در برنامه امروز میخواهم درباره دل یا قلب سخن بگویم که یکی از دو اندام اصلی بدن است. اگر دل از کار بیفتد، خون به اندامهای تن نمیرسد و آنها خواهند مرد، مگر اینکه با جراحی به طور مصنوعی اندامها را زنده نگاه دارند. و این یکی از پیشرفت‌های بزرگی است که پزشکی نوین از نیمه سده 20 به آن رسیده است. نام این اندام در همه زبان‌های مهم هندواروپایی یکسان است، یعنی واژه هندواروپایی مشترکی است که هر زبان هندواروپایی آن را به شیوه خود تلفظ می‌کند. در فارسی دل، در انگلیسی هارت، در آلمانی هرتز، در فرانسه کرخ که از لاتین کور گرفته شده، اسپانیایی کوراسون و ایتالیایی کوئره هم از این واژه لاتین می آیند. روسی سرتسه و ارمنی سیرت هم با دل هم ریشن. در زبان پهلوی مانند فارسی به این اندام تن دل می گفتن. دیسه اوستاییان زرد است، در سانسکریت هرد و در یونانی کاردیا. همه اینها از پوروا هندواروپایی، یعنی مادر زبانهای هندواروپایی می آیند، از واژه کر. تلفظ واژه دل در برخی زبانهای ایرانی از دیسه اوستاییان دور نیست. گفتم در اوستایی دل را زرد می گویند. در متن‌های پارتی مانوی زیرت، در بلوچی زیرده و در پشتو زیه. در فارسی افسون بر دل واژه عربی قلب به کار می رود. در نگاه اول به نظر می رسد که دل برای موردهای عاطفی و احساسی به کار می رود و قلب برای اندام بدن. ولی این برداشت چندان درست نیست، چون از خوراکهای مرد پسند ایرانیان می توان دل مرغ، دل گوسفند و دل قلوه را نام برد که در آنها هیچ عاطفه نیکویی درباره این جانوران بیچاره دیده نمی شود. شنیدم که در تاجیکستان واژه دل را در پزشکی هم به کار می برند و مثلا می گویند جراحی دل به جای جراحی قلب، پزشک دل به جای پزشک قلب، و این نشان می دهد که تاجیکان در این مورد بیشتر از ایرانیان فارسی گرایند. به هر حال ابو علی سینا در نوشته های فارسی خود مثلا رگشناسی مانند تاجیکان به جای قلب واژه دل را به کار می برد. نمونه: و شش خزینه هواست، به همسایه دل هوا را اندر شش آورد. دل به مثل چون شریان همه تن است. دل در واقع تلمبه است که خون بی اکسیژن را که از اندامهای تن می آید به ششها می فرستد تا دارای اکسیژن شود و بعد خون اکسیژن دار را به سراسر اندامها می راند. با پیشرفت‌های بزرگی که در یکی دو سده گذشته در پزشکی و زیستشناسی روی دادند، امروز انسان می‌تواند با موفقیت انواع و اقسام عمل‌های جراحی روی دل انجام دهد، بخش‌های گوناگون آن را تعمیر یا تعویض کند، دل را بکند و دور بیندازد و به جای آن دل دیگری را که از انسان مرده‌ای بیرون کشیده پیوند زند و در ضمن عمل جراحی ماشینی مکانیکی را جایگزین آن کند. همه این دستاوردها باوری کهن را که در همه فرهنگ‌ها وجود داشته و آن این بوده که به دل صفات‌های متافیزیک عجیب و غریب نسبت می‌داده و مثلا آن را جایگاه عشق و عاطفه و مهر و روح می‌دانسته، بی‌اعتبار و رد می‌کنند. به این مطلب باز خواهم گشت. پیش از آن که ادامه دهم به ریشه واژه قلب هم اشاره ای کنم. قلب واژه است عربی ولی ریشه آن روشن نیست، مانند بیشتر واژه های زبان عربی. کسانی که به قلب خاصیت های متافیزیک و روحانی نسبت می دهند تا از آن در تعبیرهای دینی و عرفانی استفاده کنند، گفتند که واژه قلب از قلب به معنای تغییر و دگرگونی می آید.
این هم یکی دیگر از ریشه شناسی های من درآوردی است در خدمت هدف های خاص. این قلب با آن قلب که تقلب هم از آن می آید ربطی ندارد. مانند این است که بگوییم سه واژه فارسی شیر، جانور درنده، شیر که می نوشند و شیر آب، هر سه یک ریشه دارند. قلب ممکن است که اصلا واژه عربی نباشد، زیرا همتای عبری ندارد. واژه های اصیل سامی در هر دو زبان عبری و عربی با هم وجود دارند. در عربی به دل لب می گویند. قلب عربی همتای لب نیست. همتای عربی لب لب است، به معنای دل، مغز، درون. این واژه در فارسی به کار می رود، مثلا در لب مطلب. بنابراین این احتمال وجود دارد که قلب عربی اصلا از زبانهای هند و اروپایی گرفته شده باشد. گفتم که دیسه پوروا هند و اروپایی آن کر است. کی آغازین می توانسته به قاف و ری پایانی به لام تبدیل شود. دل برخلاف بقیه اندامهای تن که می توانند استراحت کنند، هرگز از کار باز نمی ایستد. همیشه در حال تپش است و خون و اکسیژن را به اندامها، به ویژه به رگهای خود و مغز می رساند. دل نخستین اندامی است که در جنین به کار می افتد. سه هفته پس از بارداری دل جنین کار تلمبه کردن خون را می آغازد. دل انسان معمولی روزی در حدود 100,000 بار می تپد. یعنی دل انسان 50 ساله در حدود 2 میلیارد بار تپیده است. کمی به چگونگی کار کردن دل بپردازیم. دل اندامی است ماهیچه‌ای که در انسان و دیگر پستانداران و پرندگان 4 حفره یا حجره دارد. 2 حجره بالایی دهلیز نامیده می شوند و 2 حجره پایینی بطن. کیسه ای که کمی مایع دارد پیرامون دل را گرفته است. دل دارای 4 دریچه است. 2 دریچه میان دهلیزها و بطنها، 1 دریچه میان دهلیز چپ و رگ آورت و 1 دریچه میان دهلیز راست و رگ ششی. دل همباره میتپد، یعنی منقبض و منبسط میشود. تا آغاز سده 20 انسان نمیدانست که چرا چنین است. برای آن افسانه ها بافته بود و آن را به دخالت های متافیزیک نسبت میداد. در سال 1907 2 پزشک انگلیسی پی بردند که تپش دل زائیده کار نقطه است در بخش بالایی دهلیز راست. پدید آمده از یک رشته سلول که با تولید جریان برقی دل را به انقباض و انبساط در می آورد. ریتم این مرکز برق دل را هورمون ها تنظیم می کنند. اگر این مرکز خوب کار نکند، ریتم دل دچار اشکال می شود. امروزه در پزشکی برخی از بی‌نظمی‌های تپش را با کار گذاشتن دستگاه کوچکی به نام گامساز پیس میکر درمان می‌کنند. خونی که از اندام‌های بدن می‌آید و اکسیژن کمی دارد، از راه شاهرگ‌های بالایی و پایینی وارد دهلیز راست می‌شود. از آنجا به بطن راست می‌رود. دل با انقباض خون را از بطن راست از راه رگ ششی به درون ششها می‌راند. خون در آنجا گاز کربونیک خود را از دست می‌دهد و اکسیژن می‌گیرد. خون اکسیژن دار به دهلیز چپ باز می‌گردد و به بطن چپ می‌گذرد. در آنجا با انقباض دل به آورت و سراسر تن جریان پیدا می‌کند. حرکت‌های بخش‌های چپ و راست دل هماهنگند. یعنی در همان زمان که خون بی اکسیژن به ششها فرستاده می شود، خون اکسیژن دار وارد آورت می شود. در هر دقیقه 5 لیتر خون از دل می گذرد. اگر با گوشی پزشک به دل گوش کنید، صدایی می شنوید این چنین: پوم تا پوم تا پوم تا. پوم صدایی است که هنگام انقباض دل با باز شدن 2 دریچه رگ ششی و آورت و بیرون رانده شدن خون از بطن‌ها ایجاد می شود. تا صدایی است که از باز شدن دریچه های سه‌لختی و 2 لختی و ورود خون به بطن‌ها برمی خیزد. دل انسان در حال آرامش به طور میانگین در حدود 70 بار در دقیقه می تپد. شمار آن در فعالیت های بدنی
تا در حدود 120 در دقیقه میرسد. ورزش بدنی مایچه های دل را بزرگ و ستبر می کند که به آهسته شدن تپش دل می انجامد. تپش دل دوچرخ سواران قهرمان در حال آرامش تنها 30-40 بار در دقیقه است، ولی هنگام فعالیت می تواند تا 220 بار در دقیقه بتپد. در فرهنگ های باستان دل را مرکز زندگی، احساس ها، عاطفه، عقل، اراده و اندیشه می دانستند. در مصر باستان دل کلید زندگی پس از مرگ بود. می پنداشتند که دل جایگاه روح است و بنابراین نمی میرد، چون نشان دهنده درستکاری یا بدکاری دارنده آن در این جهان است. می پنداشتند که پس از مرگ خدایان به ویژه انوبیس دل را با ترازو وزن می کنند. در یک کفه پری را می گذارند که معات الهه درستی و عدالت به موهایش می زند که پر شترمرغ است. در کفه دیگر دل را، اگر دو طرف هم وزن باشند، این نشان می دهد که دارنده دل زندگی درستی داشته و بنابراین می تواند به جهان پس از مرگ درآید. اگر دل سنگین تر باشد، هیولایی به نام امیت آن را می بلد. انسان از زمان باستان با گرفتن نبض می کوشیده بیماری ها را تشخیص دهد. چینی ها 700 سال پیش از میلاد مسیح بیماری ها را به چند نوع تپش دل پیوند می دادن و 29 گونه تپش نبض توصیف کرده بودند. آنان می پنداشتند که سیاه رگ ها فراورده های گوارش خوراک در معده را به بدن می رسانند و سرخ رگ ها هوا را از شش ها به اندام ها می برند. هندیان هم 600 سال پیش از میلاد حرکت های نبض را بسیار مطالعه کرده بودند. یونانیان پزشکان بسیار داشتند، از آن میان بقراط در سده 4 پیش از میلاد و پراکسگوراس که پی برد تپش تنها در سرخ رگ ها روی میدهد نه در سیاه رگ ها. یونانیان هم میپنداشتند که سرخ رگ ها در بردارنده هوا و سیاه رگ ها در بردارنده خونند. نامدارترین پزشک زمان باستان پزشک یونانی کلاودیوس گالنوس است که در سده 2 پیش از میلاد میزیسته و تا سده 17 بر پزشکی اروپا تسلط داشته است. در عربی نام او را جالینوس تلفظ میکنند. جالینوس میپنداشت که کار دل تولید گرما در بدن است و خون در رگها سرد میشود، چون ششها مانند باد بزن دل را خنک میکنند. یکی از بزرگترین پزشکان پیش از انقلابهای علمی ابو علی سینا است که در سده 11 میلادی میزیسته است. ابو علی سینا در بخشی از کتاب قانون به بیماری های دل پرداخته و در رساله ادویات القلبیه داروهایی را نام برده که برای درمان بیماری های دل به کار می رفتن. رساله ای هم دارد درباره نبض یا رگشناسی به فارسی. کتاب قانون طب ابو علی سینا به لاتین ترجمه شد و تا سده 16 پیش از پیشرفت های مهم علمی همراه با کتاب های جالینوس و دیگران در دانشگاه های اروپا تدریس می شد. وقت ما به پایان رسید. در برنامه آینده درباره ابو علی سینا بیشتر خواهم گفت، همچنین توضیح خواهم داد که چرا به اشتباه دل را مرکز عاطفه و احساس و عشق دانستند. بله، سخن هفته پیش درباره دل به پایان نرسید، این هفته آن را دنبال می کنم. گفتم که دل واژه‌ای است فارسی و در همه زبان‌های بزرگ هندواروپایی واژه‌ای که به کار می‌رود همریشه است با دل. در انگلیسی هارت، در آلمانی هرتز، در فرانسه کر که مانند کوراسون در اسپانیایی و کور در ایتالیایی از کور در لاتین می‌آیند. در روسی سرتس و در آلمانی سیرت. دیسه اوستایی دل زرد است که همریشه است با سانسکریت هرت و یونانی کاردیا و لاتین کور. همه این واژه های خیشوند از پوروا هندواروپایی، یعنی زبان مادر همه زبان های هندواروپایی می آیند، از واژه کر. گفتم که واژه
عربی قلب به احتمال زیاد عربی نیست، عربی آن را به احتمال از یکی از زبانهای هندو اروپایی گرفته است. واژه‌های معتبر عربی همتای عبری دارند. قلب همتای عبری ندارد. واژه دل در عربی لب است که همتای عربی آن می شود لب، به معنای دل میان. همچنین گفتم که در عربی قلب به معنای دل با قلب به معنای تغییر و دگرگونی رابطه ندارد. مانند این است که سه واژه فارسی شیر جانور درنده، شیر که می نوشند و شیر آب هر سه را از یک ریشه بپنداریم. گفتم که در گذشته دل را جایگاه عشق و مهر و عاطفه و احساس می دانستند و هنوز هم می دانند. در بسیاری دین ها به دل ویژگی های روحانی و متافیزیک عجیب و غریب گوناگون نسبت می دادند. مثلا آن را جایگاه روح می دانستند. امروزه می دانیم که همه این پندارها را دانش نوین رد می کند. در اون گفتار نحوه کار دل را، یعنی انقباض و انبساط آن را، به کوتاهی شرح دادم، در اینجا تکرار نمی کنم. گفتم که دل تلمبه‌ای مکانیکی بیش نیست. با پیشرفت‌های بزرگی که در زیست شناسی و پزشکی شدند، امروز انسان انواع و اقسام جراحی‌ها را روی دل انجام می‌دهد یا حتی آن را عوض می‌کند و دل کس دیگری را به جای آن پیوند می‌زند. اینها همه به روشنی نشان می‌دهند که دل دستگاهی است مکانیکی مانند دیگر اندام‌های تن انسان و جانوران. علت این که دل را با عشق و مهر و عاطفه و احساس پیوند دادند این است که تپش دل انسان در برخی شرایط افزایش می‌یابد. از ترس، از شرم، بازگشت برخی خاطره ها به ذهن، دیدن معشوق و بسیاری وضعیت های دیگر. آنچه باعث افزایش تپش دل می شود راجمان یا سیستم عصبی انسان است که از مغز فرمان می گیرد. در مغز بخشی هست به نام هیپوتالاموس که مرکز احساس های انسان است. هرگاه انسان در وضعیتی قرار گیرد که این مرکز تحریک شود، با ترس، با به یاد آوردن خاطره یا با عامل‌های دیگر، هیپوتالاموس از راه شبکه عصب‌ها پیامی به دو غده بالای کلیه‌ها می‌فرستد. این دو غده چند هورمون ترشح می‌کنند، به ویژه آدرنالین که وارد خون می‌شوند. در آمدن این هورمون‌ها به خون است که باعث می‌شود ریتم تپش دل افزایش یابد و نفس زدن بیشتر شود. از آنجا که انسان در گذشته این چیزها را نمی‌دانسته، عشق و مهر و عاطفه و احساس را به غلط به دل نسبت داده، از این رو در همه زبان‌های جهان واژه دل در موردهایی به کار رفته که در واقع به آن بستگی ندارند. به نمونه‌های آن در فارسی نگاهی می‌اندازیم. پیشتر گفتم که ابو علی سینا واژه دل را به جای قلب به کار می‌برده و نمونه هایی از رساله رگشناسی او به دست دادم. در این نمونه های شعری هم دل به معنای اندام بدن به کار رفته است. عنصری: کف یوز پرمغز آهوبره، همه چنگ شاهین دل گودره. گودره یعنی بچه گوز. سعدی: دل می تپدن در بر سعدی چو کبوتر، زین رفتن و باز آمدن کبک خرامان. حال کاربرد دل به معنای مرکز عاطفه و احساس. فردوسی: دلی کوز درد برادر شخود، دوای پزشکان بدون نیست سود. دقیقی: گر دست به دل برنهم از سوختن دل. در اینجا دل نخستین به معنای اندام تن است، دل دوم به معنای مرکز عاطفه. گر دست به دل برنه هم از سوختن دل، انگشت شود بیشک در دست من انگشت. انگشت به معنای زغال است. دل به معنای شجاعت، جرأت. فردوسی: دل و پشت گردان ایران تویی، به چنگال و نیروی شیران تویی. چو خسرو دل و زور او را بدید، سبک تیغ تیز از میان برکشید. همچنین در فارسی داریم شیردل، بزدل، کمدل، پردل. دل به معنای نیت و عزم، نظامی.
بدین دل که از کدامین در درآیم، کدامین گنج را سر برگشایم. فردوسی: کجا شد دل و هوش و آیین تو، توانایی و اختر و دین تو؟ معنای دیگر دل مرکز و میان است. دل روز، دل شب، یعنی میانه شب. حافظ: دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، تا دل شب سخن از سلسله موی تو بود. دل زمین کنایه است از گور که مرده را در آن نهد. دل آسمان یعنی میان آسمان. نمونه های دیگر از معنای میان مرکز: شیخ محمود شبستری در گلشن راز: اگر هر قطره را دل بر شکافی، برون آید از او صد بحر صافی. باز هم شبستری: درون حبه‌ای صد خرمن آمد، جهانی در دل یک ارزن آمد. 500 سال بعد هاتف اصفهانی به تقلید از شبستری میگوید: دل هر ذره‌ای که بشکافی، آفتابیش در میان بینی. در فارسی شمار واژه‌هایی که با دل ساخته شدند و با احساس و عاطفه و عشق سر و کار دارند بسیار است. چند نمونه: دل بردن، دل باختن، دل بریدن، دل دادن، دل رو بودن، دلدار، دلداری دادن، دلنشین، دلانگیز، دل ربا، دل آرام، دل سوختن، دل شکستن، دل شکسته، دل کندن، دل آزرده، دل آسوده، دل بسته، دل پسند، دل سنگ، دل سیاه، دلگیر، دل نازک، دل مرده، دل واپس و دیگرها و دیگرها. در برنامه پیش گفتم که یونانیان باستان پزشکان نامبرداری داشتند که بنابر آگاهی های آن زمان درباره دل نظرهای داده بودند. نامدارترین پزشک جهان باستان تا پیش از انقلاب بزرگ علمی در اروپا کلادیو گالنوس بود که در صدیق دوم پیش از میلاد میزیست. در عربی او را جالینوس مینامند. جالینوس معتقد بود که دو نوع خون در تن روانند: خونی که در جگر زاده می شود و در سیاه رگ‌ها حرکت می کند، و خونی که در دل پدید می آید و در سرخ رگ‌ها روان می شود. ابو علی سینا پیرو نظر پزشکان یونانی بود که مانند بقراط می پنداشتند که بدن از چهار خلط یا ماده اساسی ساخته شده که عبارتند از صفرا، سودا، بلغم و خون. خلط ها هر یک ویژگی هایی دارد: تر است یا خشک، گرم است یا سرد. ابو علی سینا میپنداشت برای اینکه دل خوب کار کند باید این خلط ها با هم در تعادل باشند. به زبان خود او در رساله رگشناسی: خلط ها چهارند، یکی خون پاکیزه چون اصل و دیگر بلغم که نیم خون است و خون نارسیده است و سیوم صفرا که کفک خون است و چهارم سودا که دردی و سفل خون است. جگر جایگاه زایش خلط هاست. از این گذشته ابو علی سینا میپنداشت که در بدن چهار نوع روح وجود دارند. به زبان خودش: و بالجمله روح های اصلی چهارند، یکی روح حیوانی که اندر دل بود و وی اصل همه روح هاست، و دیگر روح نفسانی که اندر مغز بوده، و سیوم روح طبیعی که اندر جگر بود، چهارم روح تولید یعنی زایش که اندر خایه بود، و این چهار روح ها میانجی ها اند میان نفس به غایت پاکی. و علم رگ که علم نبض خوانند، علم حال روح است. در دانش امروزین این نوشته ها شگفت‌انگیز و نپذیرفتنی اند، زیرا بر پندار و خیال بافی نهاده شدند و دلیل های براختی ابژکتیو از آنها پشتیبانی نمی کنند. ولی باید دانست که در آن زمان که دوران پیش از انقلاب های دانشیک بود، چنین برداشت هایی از پدیده های جهان معمول بود. برای هر چیزی که نمی توانستند توضیح دهند، خواستگاه متافیزیک در اینجا انواع روح میتراشیدند. یکی از مهمترین مسئله های ناشناخته پزشکی رابطه میان دل و ششها بود. جالینوس میپنداشت که جداره میان بخش راست و بخش چپ دل دارای سوراخ های بسیار ریزی است که به چشم دیده نمیشوند. خون با گذشتن از این سوراخ‌ها از سمت راست به سمت چپ می‌رود و در آنجا با هوا می‌آمیزد و سپس در اندام‌ها روان می‌شود. تا
سده 13 میلادی هیچ یک از پزشکان پس از جالینوس، از آن میان ابو علی سینا، این نظر را که اشتباه بود به چالش نکشید. نخستین کسی که به گردش خون در ششها پی برد ابن نفیس دمشقی بود در سده 13 میلادی 200 سال پس از ابو علی سینا. او به درستی کشف کرد که خون از بطن راست به ششها می رود، در آنجا هوا می گیرد و به دهلیز چپ باز می گردد، پس از گذشتن از بطن چپ به رگ آئورت رانده می شود. باید دانست که نظر ابن نفیس تنها به رابطه میان دل و ششها مربوط می شود، نه به گردش خون در سراسر بدن. نخستین اروپایی که همان کشف ابن نفیس را تکرار کرد پزشک و خداشناس اسپانیایی میکائل سروتیس بود در نیمه سده 16. ویلیام هاروی پزشک انگلیسی در سده 17 نخستین کسی است که گردش کلیه خون در سراسر بدن را کشف کرد و به رابطه میان سرخ رگ ها و سیاه رگ ها پی برد. سپس مارچلو مالیپیگی ایتالیایی در نیمه سده 17 راجمان سیستم مویرک ها را کشف کرد که سرخرک ها و سیاهرک ها را به هم می پیوندند. تا آغاز سده 19 پزشک با گرفتن نبض و لمس بدن بیمار و دیدن زبان در پی تشخیص بیماری برمی آمد. در سال 1816 پزشک جوان فرانسوی آقان لنک نخستین استتسکوپ گوشی پزشک را اختراع کرد که با آن میشد صدای انقباض و انبساط دل را به خوبی شنید و به برخی از ناهنجاری ها پی برد. نخستین الکتروکاردیوگراف یعنی دستگاهی که فعالیت برقی الکتریکی دل را ثبت می کند در سال 1872 اختراع شد. در آن موقع هنوز انسان نمی دانست که چرا دل فعالیت برقی الکتریک دارد. نخستین عمل جراحی روی دل در آغاز سده 19 انجام گرفت که در واقع روی خود دل نبود، به پریکارد یعنی کیسه پیرامون دل مربوط می شد. نخستین دستگاهی که به آن فشار خون را اندازه می گیرند در سال 1876 اختراع شد که پرسون دقیق نبود. نخستین فشار سنج پرسون را پزشکی روسی در سال 1905 اختراع کرد. فشار خون سنج کنونی را ویکتور پچون در سال 1909 ساخت که در جنگ جهانی یکم کاربرد بسیار داشت. نخستین جراحی بر روی خود قلب در سال 1895 در اسلو نروژ انجام شد. دل جوان 24 ساله‌ای در دعوا چاقو خورده بود. بیمار چند ساعت پس از عمل جراحی درگذشت. نخستین عمل جراحی بی پیچیدگی در پایان سده 19 در سال 1896 در آلمان انجام شد. در سال 1907 پزشک انگلیسی آرتور کیث و دانشجویش مارتین فلک کشف کردند که چرا دل می تپد. در دیواره بالای دهلیز راست ناحیه‌ای وجود دارد که مرکز تولید برق دل است و با ریتمی نشالهای سیگنالهای برقی به درون مایچه های دل می فرستد و دل را به انقباض در می آورد. سپس انسان پی برد که اگر ریتم تپش دل نامنظم شود می توان با تأثیر گذاشتن بر این مرکز آن را درمان کرد. نخستین پیس میکر یا گامساز در سال 1926 در دانشگاه سیدنی استرالیا ساخته شد، ولی دستگاه بسیار بزرگی بود که بیمار را به آن وصل می کردن. نخستین گامسازی که درون دل کار می گذارن در سال 1958 در سوئد ساخته شد. نخستین عمل جراحی دل باز یعنی عملی که در آن دل را از کار باز می دارن و ماشینی خون را به بدن می رساند در سال 1960 در آمریکا انجام شد. نخستین عمل پیوند دل را دکتر کریستیان بارنارد در سال 1967 در آفریقای جنوبی انجام داد. دل بیمار 54 ساله ای را که درمان ناپذیر بود بیرون آورد و دل کس دیگری را که جان داده بود جایگزین آن کرد. بیمار 18 روز زیست و چون بدنش دل را نپذیرفت درگذشت.
با پیشرفت هایی که در این 50 سالی گذشته روی دادند، همکنون هر سال در سراسر جهان در حدود 3500 جراحی پیوند دل انجام می گیرند. متوسط مدت زنده ماندن پس از پیوند دل همکنون 15 سال است. در برخی موردها زندگی پس از پیوند به بیش از 20 سال هم رسیده. وقت ما به پایان رسید. در آینده‌ای نه چندان دور دل‌های مصنوعی در سینه بیماران جای خواهند گرفت و در آینده‌ای دورتر انسان خواهد توانست با کشت سلول‌ها و بافت‌های بدن برای بیمار دل مصنوعی از پوست و گوشت بسازد. همه اینها بیشک نشان می‌دهند که برخلاف آنچه پیشینیان می‌پنداشتند، دل مرکز احساس و عاطفه و عشق و مهر نیست.